لیلا سعادتی همکارم اینجاست در استودیو تا از آخرین ها از اعتصاب سراسری در ایران برای ما بگیم. آره پریسا، دارم میبینم که از مناطق مختلف کشور داره تصویر میاد. از تهران بگم که تصویری که اومده و ما حالا در آمادش میکنیم، پاساژ ارگ تجریش کاملا مغازه ها بسته است. همچنین از مهاباد خبر میرسه که همه مغازه ها رو بستن و اصلا هیچ مغازه باز نیست به جز کافینت ها و مغازه داروخونه که حالا مردم برن کارهای ضروریشون رو انجام بدن. همچنین خبرهایی هم از اسفراین خراسان شمالی داره میرسه، مردم هم اونجا مغازه ها رو بستن و به اعتصاب پیوستن. در بابل هم همچنین تصاویری داره میاد از بازار فرش اصفهان که کلا تعطیل هست و یعنی بازاری که شاید مثلا دیروز هم میدیدیم که شاید یکی دو تا از مغازه‌هاش هم تا نصف کرکرا مثلا بالا بود، اون کاملا اونام هم بستن. ولی مثلا بازار پوشاک که خبرش هم خودت گفتی در لبافی نژاد تهران تصاویرش آماده کردیم. همچنین از سنندج عراق تصاویر جدید رو با هم دیگه میتونیم الان ببینیم که بسته هستن. ببینیم تصاویر امروز 16 آذر ساعت دقیقاً 12 ظهر. اینم وضعیت خیابون لبافی نژاد بازار تهران پوشاک. دمتون گرم با شرفا، خدا پدر و مادرتون رو بیامرزه که اینجوری حداقل پشتوان مردمید. واقعا دمتون گرم. امروز 16/9/1401 کامل تحت دوشه وزاره دیر. عرض سلام و ادب و احترام به ملت شریف ایران. اینجا عراق است، 16 آذر 1401، راسته تعمیرکاران خودرو، خیابان شریعتی. همانطور که در تصویر قبل و این تصویر می‌بینید، تمامی کاسبکاران به اعتصابات سراسری پیوستند. زنده باد ایران، زنده باد عراق، زنده باد تمام شهرهای ایران. 16 آذر کازرون، اعتصاب سراسری، همه مغازه ها بستن. چهارشنبه 16 آذر زایدان، اعتصابات سراسری، مغازه همه بسته، مغازه داران هم اومدن و ایستادن مغازه‌شونه کسی آتیش نزنه. امروز 16 آذر ما شهر اسلام‌آباد غرب، اکثر مغازه ها توی اعتصاب هستن. زنده باد انقلاب ملی. سراوله 16 آذر، حتی با خواهش و تمنای فرماندار و یه سری مقامات دیگه که دیروز اومدم از مردم خواستن مغازه رو باز کنن، امروز بازم شاهد اعتصابات 100% هستی، حتی داخل کوچه ها. بندر انزلی 16 آذر، خیابون اصلی، خیابون مطهری، مردم همه در اعتصاب، مغازه ها بسته است. خدا رو شکر مردم متوجه شدن که باید اتحاد داشته باشن. رمز پیروزی اتحاد. پیروز همتون. لیلا، در یکی از همین ویدیوها در سرابله ایلام بود فکر میکنم که کسی که گزارش میداد اشاره کرد به اینکه حکومت داره سعی میکنه که این اعتصاب رو بشکنه و مغازه‌دارا رو وادار بکنه مغازه‌هاشون رو باز کنه. چه در فضای مجازی که هشتگ رو انداختن نه به اعتصاب تحمیلی، و چه در یعنی در واقع دارن این کارو میکنن، یعنی هم تهدید میکنن هم میرن و پلم دارن میکنن. همونجوری خودت گفتی مثلا ما تصاویر داره از شهرهای مختلف دستام میرسه. یک شهروند بر ما تصویر فرستاده و گفته که
مغازه های تجهیزات پزشکی امروز به احتساب اضافه شدن، یعنی در عراق که الان مغازه ها بسته است و احتساب کردن، صنف های مختلف هم مثلا در شهر عراق هم احتساب کردن، به ویژه مثلا این تجهیزات پزشکی. بعد میگفتش که دیروز مثلا مجتمع تجاری بسته بودن، الان هم بستن، البته رستوران ها هم بسته بودن بعضی هاشون در شهر عراق، و اومدن اونا رو پلمب کردن، یعنی شناسایی کردن اونا رو پلمب کردن، ولی با این وجود باز هم احتساب ها ادامه داره. یا مثلا در شهر کرد بر ما فرستادن تصاویرش آماده کردیم، کاملا اطلاعیه چسبوندن به سر مغازه ها و میرن اصلا شعار هم می نویسن علیه مغازه داره و کسبه. تصاویری که از اصفهان، شهر کرد، همچنین کردستان داریم در مورد در مبارزه به قول تو که حکومت اعتصاب و بشکنه رو با هم دیگه میتونیم ببینیم. ممنونم از تو لیلا. لیلا سعادتی. شهر کرد 16 آذر اعتصاب مغازه که الان رو در این مغازه اینو زدن. چند تا از مغازه همینجوره. این دو تا آقا اومدن پلوم مغازه هایی که باز کردن پلومشون رو دارن عکس میگیرن ببرن. سومین روز اعتراضات اصفهان، خیابان خاقانی، 16 آذر، چهارشنبه، همه بستن. 16 آذر، ساعت 10 صبح. از بسیتون خیابان صمدیه، کاسه‌های باشرف، بسیت زیاده، عکس و فیلم می‌گیرن.